همچنان هم کارم تا سروش از در رابطه به این خبر در استودیو با من است تا چقدر این نگرانی که در گزارش مرتضا دیدیم جدی است با این کار نشان میده که نگرانی فوق زیاد شده و دولت تاجیکستان احساس میکنه که در میان مردم خصوصا نسل جوان یک خلا ایجاد شده این خلا را داعش و گروه های افراطی مثل القاعده و دیگر را پر میکنه و بیایم که از این خلا ما استفاده از امیره بکنیم و به همین دلیل هم این کمپاین را راه اندازی کرده و در نقاط مختلف تاجیکستان قرار است این کمپاین اجرا شود و دولت تاجیکستان از این استفاده بکنه و جوانان را جذب ارتش بکنه و نگذاره که به گروه های افراطی مثل داعش و اینها بپیونده همزمان با این فراموش نکنیم که یکی از دلایل اصلی که جوانان تاجیک به این گروه ها راه یافتن یا راه میابند است که گروه های مثل داعش کمپاین فوق قلاد قوی در شبکه های اجتماعی و آنلاین ایجاد کردن و برای خود ساختن و این در واقع در میان نسل نوی جوانان کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان رخنه عمیق پیدا کرده و محتواهایی را که اینها ایجاد میکنند و پیغام هایی را که اینها ایجاد میکنند فوق جذب کننده است و از طرف دیگه هم فراموش نکنین که چرا مثلا ازبکستان جاهای دیگه نه تاجیکستان تاجیکستان یکی از کشورهایی است که سابقه مذهبگرایی یا هم افرادگرایی را در خود داره ما در دهه نواد یادمان است که یکی از جریان های اسلامگرایی که در احسن. تاجکستان بود به رهبری عبدالله نوری که با وساطت احمد شامسود و استاد ربانی در اونجا در واقع از قدرت کنار زده شد آقای امام علی رحمان آره آمد و در این, این شرایط نشان می که افرادگرایی و مذهبگرایی در میان جامعه در لاحیه های مختلف جامعه تاجیکستان کماکان وجود داره و می که هر از گاهی به یک با تبدیل شوه. تاج این مشکل را که بوست تاجکستان داره اکثر کشورها داره و شبکه اجتماعی ای سهولت ها را بر گروه های تروریستی فراهم کرده که بتوانند جلب و جذب بکنه چرا دیگه کشورها مثل تاجکستان سیب پذیر نیست دلیلش این است که جوانان تاجیک خو همونطوری که در گزارش مرتضی هم یکی از دلایل بیکاری بسیار زیاد است در تاجیکستان و تنها فرصتی هم که در این سالهای اخیر برای جوانان تاجیکستان فراهم شده بود روسیه بود که اینها می برای کار و برمیگشتن برای دوباره به تاجیکستان و تقضیه خانواده میکردند و امرار معیشت میکردند و حالا از همین خلال داعش استفاده میکنه و یک مجموعی از جوانان تاجیکی دیدیم که در مسکو و حبلر را اندازی کرد و تعداد زیادیشان به با افغانستان هم رفته ای اقدام دولت تاجیکستان موثر هم است یک کمپین خوب است اه... خب اینا ارزیابی کردن و آسیب شناسی کردن که چی کار بکنیم که تا جلو این جوانانا بگیریم اینا با بر اساس یک ارزیابی این کارا به این نتیجه رسیدن که این کمپاین رو اندازی بکنن و با, با استفاده از این کمپاین جلو جوانان بگیرن ما فراموش نکنیم که در کنار تاجکستان اون طرف دریا یک کشور دیگری مثل افغانستان است که فوق العاده بستر مناسب برای پرورش افرادگرایی است که فقط یک دریا ایر جدا ساخته و کوههای فوق العاده مرتفع است و این کوه ها فوق پیچیده است و کنترلی از این برای دولت تاجیکستان فوق دشوار خواهد شد اگر این کوه ها و این مرز ناامن شو و یک شرایط را ایجاد بکنند که ناامنی نفوذ بکنه و داخل تاجیکستان بسیار سخت است برای دولت تاجیکستان که ایره کنترول بکنه و مهار بکنه سپاس از خود این سروش کنم اینجا در لندن ممنون